هویدا در 22 بهمن 1357 بعد از فرار نگهبانها از پادگان جمشیدآباد از زندان بیرون آمد و به منزل آیت الله طالقانی تلفن زد و خودش را تسلیم کرد. امیرعباس هویدا در دادگاهی به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شد، اما قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس کشته شد. به سایه تاریخ خوش اومدید. اگه به ویدیوهای این کانال علاقمند هستید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، با زدن دکمه پایین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و اگر میخواید قبل از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید، زنگوله رو فعال کنید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. ممنون میشم نظراتتون رو برای ما ارسال و تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کنید. امیرعباس هویدا نخست وزیر 13 ساله ایران در دوره پهلوی بود که بعد از انقلاب با شلیک گلوله به گردن و جمجمه کشته شد. هویدا رکورد زمان نخست وزیری در ایران را در دست داشت و هیچ کدام از نخست وزیران ایران به اندازه اون در صدر کار نبودند. با این حال در آستانه انقلاب شاه دستور داد که هویدا را دستگیر کنند. امیرعباس ممدوح سال 1285 در چهارراه سیدعلی تهران در خانواده متمول و سرشناس به دنیا آمد و بعدها فامیلی خودش رو به هویدا تغییر داد. اون 2 ساله بود که پدرش به عنوان سرکنسول ایران در دمشق منصوب شد و خانوادگی به دمشق رفتن. پدر هویدا حبیب الله عین الملک بود که به عنوان سفیر ایران در لبنان و عربستان خدمت می کرد. مادر اون دختر ادیب السلطنه نوه محمد حسن خان سردار ایروانی بود. امیرعباس تحصیلات ابتدایی خودش رو در دمشق شروع کرد و بعد از اینکه پدرش تصمیم گرفت کار خودش رو در بیروت ادامه بده، در مدرسه فرانسوی بیروت به ادامه تحصیل پرداخت. امیرعباس در اواخر تحصیل خودش به اروپا رفت و سالها در انگلستان، بلژیک و فرانسه زندگی و تحصیل کرد. اون بعد از اتمام تحصیلات خودش در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد بروکسل در سال 1321 به ایران برگشت و در وزارت امور خارجه استخدام شد و در سمت کارمند اداره دفتر وزارتی مشغول به کار شد و در همین سال برای سپری کردن خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت و بعد از اتمام دوره 1 ساله به وزارت خارجه برگشت و در سمت کارمند اداره اطلاعات مشغول به کار شد. هویدا از طریق آشنایی با عبدالله انتظام وزیر امور خارجه ایران در کابینه حسین اعلا و فضل الله زاهدی و دوستی با حسن علی منصور نخست وزیر ایران که در 1 بهمن 1343 در مقابل مجلس شورای ملی توسط گروهی از نزدیکان نواب صفوی ترور شد، پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و در دولت منصور به وزارت دارایی منصوب شد. بعد از ترور منصور توسط گروه فدایان اسلام، هویدا توسط شاه برای نخست وزیری انتخاب شد و به جای منصور بر صندلی صدارت تکیه زد و تونست 13 سال این صندلی و سمت را حفظ کنه و به همین دلیل بود که هویدا رکورددار حفظ دولت در تاریخ ایران بود. هویدا 6 بهمن 43 کار خودش را به عنوان نخست وزیری شروع کرد و در سال 56 اون رو تحویل داد و به زندان رفت. از سال 56 تا 57 جمشید آموزگار این سمت را قبول کرد. امیرعباس هویدا مدتی بعد از مرگ منصور با خواهرزن اون لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وسوق بود ازدواج کرد، ولی این ازدواج چندان طول نکشید و در اوج اقتدار هویدا به طلاق کشید، ولی دوستی اون و همسرش تا پایان عمر هویدا پابرجا بود. هویدا در زمان نخست وزیری خودش تونست ایران رو در موقعیت اقتصادی خوبی قرار بده. از جمله تولید خودروی پیکان در سال 1342 بود که وی نیز به عنوان وسیله نقلیه از اون استفاده می کرد. یکی از ایده های هویدا در بحث اقتصاد این بود کالاهایی که گرون هست رو باید تحریم کرد و حتی افرادی رو که اجناس گرون می فروختن رو به دادگاه می کشوند. درباره هویدا گفته شده که هویدا جسارت خاصی در تصمیم های اقتصادی داشت.
هویدا تونست تولید ناخالص کشور را به طور قابل توجهی افزایش بده، به طوری که در سال 1355 تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 44 هزار میلیارد ریال به 242 میلیارد ریال رسید. در این دوره تولید سرانه هر ایرانی از 2 میلیون ریال به 7.2 دهم میلیون ریال در سال 55 رسید. طی 17 سال تولید سرانه کشور 3.6 دهم برابر شد. علاوه بر تولید ناخالص داخلی، یکی دیگه از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی بود که تغییرات اون با تغییر در میزان تولید و درآمد سرانه میزان رفاه اقتصادی رو به تصویر کشید. در دوره نخست وزیری هویدا رشد اقتصادی کشور از 5 تا 17 درصد در نوسان بود که حاکی از رشد نسبتاً بالایی بود. در این میان نقش افزایش قیمت نفت را نباید نادیده گرفت. قیمت نفت در آستانه دهه 50 به اوج رسید و این مسئله تأثیر زیادی در اقتصاد ایران داشت. خزانه کشور به واسطه فروش نفت مملو از دارایی‌های کلان شد که همین امر باعث شد شاه خرج‌های غیر اصولی و خارج از برنامه انجام بده. برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی یکی از همین موارد بود که حدود 650 تا 800 میلیون دلار هزینه در بر داشت. در دوره هویدا تولید روزانه نفت ایران از 635 هزار بشکه در سال 1328 به 6 میلیون بشکه در سال 1352 رسید و به این ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه 1000 دلار در سال 1347 به روزانه 20700 دلار در سال 1355 رسید. اشتباهی که شاه و حتی هویدا در اقتصاد کردند این بود که بیش از اندازه درآمد اقتصادی را وابسته به نفت کردند. همین امر باعث نزول تدریجی اقتصاد ایران شد. به دلیل وابستگی بیش از حد به نفت، از بین رفتن زیربناهای اقتصادی و در نتیجه اجرای نادرست اصلاحات ارزی و تراز منفی تجاری، ساختار اقتصاد کشور را از بین برد. مطلب جالبی که میشه به اون اشاره کرد اینه که در سالهای اول نخست وزیری هویدا رشد اقتصادی ایران اونقدر خوب بود که ایران به کشورهای دیگه وام میداد، ولی با بی تدبیری در سال 1356 دولت فقط توانایی تامین مواد غذایی مردم رو داشت و کشاورزی از خودکفایی نسبی سالهای قبل از اصلاحات ارزی به مصرف کننده محصولات وارداتی تبدیل شده بود. ممنون میشم قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید از پایین همین صفحه ما رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت های خودتون و با به اشتراک گذاشتن این ویدیو با دوستانتون از ما و کانال خودتون حمایت کنید. هویدا در زمان نخست وزیری خودش با مشکلات عدیده روبرو شد. یکی از این مشکلات بحث بودجه بود. اون زمان تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور در سال 1357 فقط 1500 واحد بود و این در حالی بود که در همین سال ایران دارای 452 شهر و بیش از 92 هزار روستا بود. همچنین در بحث مسکن از مجموع 33 میلیون و 747 هزار نفر جمعیت کشور در سرشماری سال 1355 تعداد 1 میلیون و 77 هزار نفر در کپر زندگی می کردند. از مجموع 6 میلیون و 700 هزار خانوار سرشماری شده در کل کشور، محل سکونت بیش از 1 میلیون و 900 هزار خانوار، جمعیتی بالغ بر 9 میلیون و 500 هزار نفر فقط دارای یک اتاق بود. ظاهراً هویدا تنها کاری که تونست انجام بده این بود که قیمت‌ها رو ثابت نگه داره و تونست رضایت طبقه خاصی رو جلب کنه. هویدا و سیاست اقتصادی که شاه و هویدا پیاده کردند به شکست منجر شد که مهمترین دلیل اون این بود که نتونست قشر دیگه از جامعه از جمله روستانشین‌ها رو جلب کنه. طبق آمار بانک جهانی نرخ تورم در سال آخر نخست وزیری هویدا به 27 درصد رسید و میانگین قیمت‌ها نسبت به ابتدای نخست وزیری هویدا بیش از 7 برابر شده بود. طبق آمار بانک جهانی فرضیه قوطی کبریت هویدا نیز بیشتر شبیه به یک افسانه بود.
شاید اگر هویدا پیشنهاد فروش نفت رو به شاه نمیداد، این اتفاق ناگوار برای اقتصاد ایران نمیافتاد. اما میگن تاریخ میدان اما و اگر نیست. هویدا در 16 مرداد 1356 از نخست وزیری برکنار شد و در کابینه جمشید آموزگار به عنوان وزیر دربار منصوب شد. اما روز بعد در 17 شهریور 1357 از وزارت دربار هم استعفا داد. درباره دلیل استعفای هویدا گفته شده که دیگه امیدی به بقای حکومت پهلوی نداشته و به همین دلیل استعفا داده و برخی دیگه گفتند به خاطر حرکت وحشیانه حکومت پهلوی در اون روز تحت تاثیر قرار گرفت و استعفا داد. دقیقاً 2 ماه بعد از استعفای هویدا در جلسه‌ای که در 17 آبان در دربار برگزار شد، محمد رضا پهلوی از درخواست مشاوران خودش برای بازداشت هویدا خبر داد. این درخواست به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت امیرعباس هویدا و نعمت‌الله نصیری رئیس پیشین ساواک بازداشت شدند. عباس میلانی نویسنده معروفترین کتاب درباره هویدا با نام معمای هویدا یا ابوالهول ایرانی نوشته بود که جلسه تصمیم گیری درباره وضعیت هویدا یک صحنه سازی بود و شاه قبل از اون تصمیم خودش رو گرفته بود. 22 بهمن 1357 ارتش اعلام بی‌طرفی کرد. نگهبانان فرار کردند. گفته شده برای کمک به هویدا کلید یک اتومبیل و یک هفت‌تیر به اون داده شد، اما هویدا قبول نکرد و خودش را تسلیم مقام‌های دولت جدید کرد و در نهایت با یک آمبولانس از ویلای ساواک به دفتر جبهه ملی منتقل شد. داریوش فروهر عضو جبهه ملی که در ماجرای قتل‌های زنجیری کشته شد به استقبال هویدا رفت و اون رو به مدرسه رفاه که محل اقامت آیت الله خمینی بود برد. مسعود بهنود درباره تسلیم هویدا نوشته هویدا در 22 بهمن 1357 بعد از فرار نگهبانها از پادگان جمشیدآباد از زندان بیرون آمد و به منزل آیت الله طالقانی تلفن زد و خودش رو تسلیم کرد. امیرعباس هویدا در دادگاهی به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شد، اما گفته شده قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس کشته شد. عباس میلانی نویسنده کتاب معمای هویدا درباره کشته شدن هویدا نوشته در جلسه دوم محاکمه هویدا بعد از خواندن رأی هیئت منصفه توسط خلخالی، هنگامی که هویدا و ماموران در حال خروج به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان هویدا با استفاده از کلت 2 گلوله به او شلیک کرد که تیر به گلوی هویدا اصابت کرد. هویدا از یکی از مامورین خواست تا کارش را یکسره کند و آن مرد هم پذیرفت و 3 گلوله را در سر هویدا شلیک کرد. و برخی هم میگویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد، در حالی که بقیه آخوندی به نام قفاری را گناهکار اعلام میکنند. البته هادی قفاری در پاسخ به این موضوع گفته که فقط تماشاچی دادگاه بوده و نقشی در نحوه کشته شدن هویدا نداشته. ابراهیم یزدی درباره کشته شدن هویدا گفته پس از اینکه جلسه دادگاه تنفس داده می شود هویدا به راه رو می آید، اما یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم در راه رو با هفت‌تیر کمری خود هویدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بود، یعنی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید و اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشم با عضویت خودتون از ما حمایت کنید. تا ویدیو بعدی، بدرود.